گزارش اقدامات امنیتی در شهرهای مختلف در آستانه کشته شدن مهسا ژینا امینی. حکومت این اقدامات رو با چه هدفی انجام میده؟ چه نشانه ای میده؟ درود بر شما. خب میدونیم که حکومت در یک سال گذشته و به طور خاص ماه‌های گذشته همه داشته های خودش در تمام زمینه ها، در موضوعات دفاعی، امنیتی، نظامی، رسانه‌ای، اقتصادی، همه رو به کار گرفت تا به قول بهاره هدایت در اون نامه خودش یک ناحقیقت‌هایی رو جا بندازه. ناحقیقت‌هایی از نوع این که مردم اعتراض ندارن، خیزش انقلابی سال گذشته کار دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی غربی بوده، اکثریت مردم از حکومت راضی هستن، یا به قول علی خامنه‌ای در نزدیکی‌های قله قرار داریم. تمام تلاشش رو کرد که اینها رو جا بندازه با همه ابزار. حالا در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، خب با این حجم سرکوبی که حکومت اعمال کرد، با این کشتاری که سال گذشته انجام داد، بازداشت خانواده‌های دادخواه، ما در گذشته مثلا در انتخابات سال 88 و در موارد اعتراضی این چنینی می‌دیدیم که حکومت به سراغ فعالین سیاسی میره، فعالین شناخته شده رو بازداشت می‌کنه. اما در یک سال گذشته اون چیزی که دیدیم، حکومت به بازداشت شهروندان عادی روی آورده، یعنی حلقه سرکوب و خفقان تا این حد تنگتر شده و موج خفقان گسترده تر شده. حالا در چنین شرایطی با تمام تلاش های حکومت، اگر ما بیایم ببینیم که در روز 25 شهریور به اعتقاد من حتی یک تجمع 500 نفره، حتی یک تجمع خیابانی 1000 نفره از در هر جای این کشور یک شکست وحشتناک برای حکومت، این رو هم فراموش نکنیم که هم فقط 25 شهریور نیست، ما بعد از اون تقریبا از 28 شهریور هر روز تا 3 ماه سالگرد کشته شدن تعدادی از شهروندان ما خواهد بود، بعد دانشگاه ها از ابتدای مهر باز خواهد شد. همه اینها اگر اینها رو در کنار ابر بحران هایی که جامعه ایران با اون روبروه و دست به گریبان قرار بدیم، نشون میده که جامعه ایران با یک وضعیتی روبروست که حکومت هر روزی از 25 شهریور به بعد رو میتونه به عنوان آغاز یک جنبش اعتراضی جدید در نظر بگیره. ضمن اینکه فقط هم خیابان نیست، حکومت با تک تک مردم ایران طرفه که خشم و بیزاری عمیقی از حکومت در اونها وجود داره. آقای کاظمی، گزارش ها حاکی از اینه که مکان ایستای بازرسی ثابت نیست، دائما اونها رو جابجا میکنن، چرا؟ ببینید، هم بحث کمبود نیروی سرکوب این وسط به شکل واضحی وجود داره، چون فقط یک شهر نیست، فقط یک نقطه نیست، حکومت در سراسر کشور با بحران‌های عمیقی از سوی مردم روبروه. اینم از بدبختی جمهوری اسلامیه که مردم براش تبدیل به یک بحران شدن. از سوی دیگه سیاست وقتی ایجاد آرامش گورستانیه، یعنی اینکه باید به هر قیمتی با قیمت خفقان، کشتار و سرکوب آرامش ظاهری در خیابان حفظ بشه، مجبورن که حضور خیابانی خودشون رو در نقاط مختلف نشون بدن، یعنی این ساعت در یک خیابان، ساعت دیگه در یک خیابان دیگه. به قول آصف بیات، جامعه شناس ایرانی، جامعه ایران در مسیر انقلابی حرکت میکنه، در یک مسیر انقلابی قرار داره و حکومت چاره‌ای جز این که این قدرت نمایی امنیتی و نظامی خودش رو در خیابان‌های جمهوری اسلامی در جای جای مختلف نشون بده نداره. یادمون نره سال پیش فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، یکی از فرماندهان سپاه گفت ما در ایران عملیات نظامی انجام دادیم، یعنی بر علیه شهروندان عملیات نظامی انجام دادن، گویی که یک قدرت خارجی به این کشور حمله کرده. در چنین شرایطی فکر میکنم چاره‌ای براشون نمونده جز این که سرکوب و آرامش گورستانی رو به این طریق حاکم بکنن بر جامعه ایران. آقای کاظمی، خیلی خلاصه و کوتاه میفرمایید میتونن در نهایت این آرامش گورستانی رو حفظ بکنن، این اقدامات نظامی را ادامه بدن؟ ببینید، روز 25 شهریور چون حکومت از قبل آمادگی تمام عیار داره و بعد از 3 روز تعطیلی
اعتقاد من اینه، حتی یک تجمع 500 نفری هم شکستی برای حکومت، ضمن اینکه تصورم اینه که در سقز ما شاهد یک ابر جمعیتی بالای مزار مهسا خواهیم بود. اما فراموش نکنیم که 25 شهریور آغاز یک سلسله روزهای چند ماهه که هر روزش میتونه شروع یک خیزش سراسری و انقلابی دوباره باشه. سپاس از شما مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از ترکیه.